سوال اول رو مطرح میکنم. فقط من یه نکته هم بگم که سوالات رو بدون هیچ تغییری همونطور که مطرح شده خدمت های دکتر مطرح میکنم. سوال اول، جناب آقای دکتر در جلسه قبل اشاره کردید که این که شما میخواهید دنیا رو تبدیل به بهش بکنید، بچه ناقص الخلقه در آن نباشه، جنگ نباشه، تجاوز نباشه، زلزله نباشه، این اسمش دنیا نیست، اسمش آخرت است، اسمش بهشت است و اصلا جای خوبی نیست برای زیستن. زیبایی دنیا به همین رنج هاست، همین بلا هاست، به همین شرور است. آیا فکر نمی کنید این روی کردی که شما مدافع آن هستید باعث انفعال در مقابل شر، ساکت کردن صدای ناله و فریاد رنجبران و در نتیجه به صورت ناخواسته تقویت چهره ظالمان و ستایش رنج است که مخالف برداشتن گامی جهت بهبود این جهان می شود؟ به فرض اگر می خواستیم تولد آن کودک ناقص الخلقه را بپذیریم، دیگر هیچ وقت به چنین پیشرفتی در علم پزشکی نمی رسیدیم. خب، ضمن تشکر از این دوستی که این سوال رو مطرح کردن، فعلا هممون با هر رویکرد در مسئله شر داشته باشیم با این واقعیات مواجه هستیم. ما با واقعیات طبیعی مواجه هستیم، یعنی با زلزله و سیل و آتش فشان و بیماری ها و با حتی اون بچه های ناقص الخلقه و غیره، اون با شرور اخلاقی که هممون با هر رویکردی میدونیم که این محصول اختیار بشری است، اونم ام از شکنجه و قتل و تجاوز و ظلم و اینها. حالا در مقابل اینها من چه گفتم یا خدا باوران چه میگویند؟ ما میگیم که در حدی که میتوانید باید اینها رو تغییر بدید، یعنی در مقابل شرور طبیعی باید خودتون رو ایمن بکنید. اگر میتونید خونه محکم بسازید تا در مقابل زلزله آسیب نبینه، اگر میتونید مسیل ها رو درست تشخیص بدید و انجام بدید، بسازید اونا رو که سیل باعث رنج شما نشه، اگر میتونید واکسن بسازید جلو بیماری ها رو بگیرید، کی اینا رو انکار میکنه؟ فکر نمی کنم ما با هر روی کردی داشته باشیم در این که بیماری رو با واکسن باید بریم سراغش و در مورد سیل، زلزله و مانند هر کدوم اینها موضعی بگیریم و باعث بشیم تلفات کاهش پیدا بکنه، رنج ها تقلیل پیدا بکنه، تفاوتی داشته باشه. در مورد قسمت دوم هم که مباحث شرور اخلاقی هست، باز با هر رویکردی که داشته باشیم داریم با ظلم مبارزه میکنیم. به هر حال هیچ کدوم هیچ کسی رو ما نمیتونیم متهم بکنیم با تنوع رویکردهای منطقی، فلسفی یا هیجانی که داریم. هممون میخوام این شرور اخلاقی رو زایل بکنیم، در این تردیدی نیست. بنابراین با هر رویکرد علمی، فلسفی، تئوریک که داشته باشیم در ساختن جهانی که شرور در آن کمتر باشد، همه هم داستانی. میدونید تفاوت ما کجاست؟ تفاوتمون اینه که منشأ شر رو در کجا میدانیم. آیا خدا رو در این شرور مسئول میشماریم یا نمیشماریم؟ و برای انسان چه مسئولیتی در این حوزه قائل هستیم؟ اما در مبارزه برای تقلیل با اونها من احدی رو نمیشناسم. با هر موضعی که باشد در این کوشش خداپسندانه، انسان پسندانه، اخلاقی، دینی، هر چی اسمش بگذارید، کم گذاشته باشه. شما اگه موردی پیدا بکنید به من نشون بدید یا تو مواضع خود من نشون بدید، خیلی ممنونتون میشم. زندگی من همش مشخصه که من برای فرض بکنید در مقابله با ظلم گذاشتم، ادامه هم میدم. در مورد اولی هم یادم زلزله بم که اون زمان من ایران بودم، خب اتفاقاتی افتاد، میتونید برید مطالب همون دوره رو بخونید ببینید چه هر کسی چه کاری کرد و چه کار میتونه بکنه. تو عمل هم ما اینها رو نشون دادیم و اثبات کردیم. من برای پرسش شما
و چی نمیبینم، یعنی نتیجه عملی نداره، ولی این که فکر بکنید، یعنی این ممکنه توهمی برای افراد ایجاد بشه، برای گروه سوم، همین طرفداران دسته سوم ایجاد بشه که وقتی که ما این تبیین های منطقی یا فلسفی رو میکنیم در نتیجه رنج آدمی رو کوچک گرفته باشیم، چون این نیست. من میتونم فیلسوفانه یا به شکل منطقی به مسئله نگاه کنم، برای رنج تک تک آدمیان اهمیت قائل باشم، اما معتقد باشم که در کنار رنجی که هر کدوم از ما ممکن است ببریم، خیرهای بیشتری هم هست. بس در وجود همین خیرهاست. افرادی دارن به علم خودشون قره شدن، فکر میکنن آنچه که میدانند همه آن چیزیست که میتوان دانست، و در نتیجه دارن برای خدا تکلیف تعیین میکنن. که خب من پاسخ هم الهیات شکاک رو برای شما گفتم که خیلی حرفای حسابی زدن، هم برخی از پاسخهای الهیات مبتنی بر معرفت اصلاح شده رو گفتم و باز هم خواهم گفت. یعنی معتقدم دعوای ما سر اینجاست، سر این مسئله است که ما علممون، یعنی ما به عنوان انسان چقدر میدانیم و چقدر میتوانیم برای خدا تعیین تکلیف بکنیم. این محل نزاعه. اما در نتیجه عملیش همون قدری که فرض بکنید اون مادر برای فرزند معلولش دل میسوزاند، منم دل میسوزونم. من کاملا احساس میکنم اون چه دردی میکشد، چه رنجی میکشد. حالا میتونیم توی جلسات بعدی که نوبت به حرفای خودم میرسه بعد از این تقریرها، من به این سوال شما بیشتر توجه خواهم کرد و کوشش میکنم اگر چیزی باقی مونده اونجا توضیح بدم. بازم از شما تشکر میکنم. سوال دوم، در الهیات خدای گشوده بخش پنجم، بحث قضا و قدر، چگونه تعاملات دعا و شر رو پاسخ میدهید؟ یعنی آیا این الهیات برای دعا جایگاهی قائل است؟ نوع اندیشه دینی چگونه در همکنش دعا و دفع شر را توضیح می دهد؟ در مورد دومی دو تا سوال کردید. یکی نوع اندیشه دینی که قاعدتا فرض کنید رو کرده خود من باشه، چون نوع اندیشه دینی هم عرض عریضی دارد، قائلان متعدد دارد. ما رو کرد نوع اندیشی های دینی داریم، نه نوع اندیشه دینی، یعنی جورهای گونهای مختلف. من یه جلسه بحث کردم، هم متن کتبیش هست، هم متن صوتی و تصویریش هست، اونجا به حدی که مقدور بود جایگاه دعا رو ذکر کردم، در قضای محتوم، در قضای مقدر، و اینکه چطور ممکن است دعا برخی امور رو تغییر بده. دخالت دعا در شفا رو توضیح دادم که تو همه ادیان الان مطرح است، یه واقعیتی است، در همه، حتی در میان خدا ناباوران هم نمیتونن انکارش بکنن. اصلا اون وقت یادتون باشه گفتم درسی در همین دپارتمان ریلیجیس استادی دانشگاه دوک هست در سال آینده، هیلینگ اند ریلیجن، بحث شفا و دین، یه توی دانشگاه سکولار محض، اما این رو پذیرفته. چرا؟ به خاطر اینکه یه واقعیتی است. خب این همون جاییست که دعا میتونه تأثیر بکنه. اما در مورد، اگر شما اون بحث منو دوباره بخونید یا گوش کنید، اگر اشکالی بود یا ابهامی بود، من خدمت شما هستم. ما یه مقدماتی داره. ببینید این بحثا رو همونجا گفتم، ابن سینا رو حرفاشو گفتم، ملا صدر حرفاشو گفتم، آقای طباطبایی گفتم چیا گفتم، عرایض خودم رو همونجا گفتم. این مقدمات فلسفی باید فهم بشه، تهی بشه و بعد به اون نتیجه برسیم. حالا کسی میخواد کلن اینا رو بذاره کنار، یه راه بیون بر بره، خب یه کمی مشکله. اما در مورد الهیات خدای گشوده، چون این خدا متأثر میشه، تغییر میکنه، در مواجهه با انسان نظر خودش رو عوض میکنه، خب بله میتونه تو این خدا، این با این نگاه، دعا هم توی این الهیات پذیرفته بشه. مشکل این روی کرد الهیات خدای گشوده مبانی پنجگانشه، ولی در نتیجه که حالا رسیده به این که، و اون نتیجه هم که میگه نه، خدا متعالی نیست، فرازمانی و فرامکانی نیست، علم مطلق ندارد، قدرت مطلق ندارد و چه و چه، خب اینا هم من باش مشکل دارم. ولی تو این سوال شما حداقل میتونه همچه پاسخی بود.
البته کسانی هم هستن به اینا قائل هستن، اونا راحت تر میتونن بیان دیدگاه خودشون رو بگن، ولی من کوشش میکنم توی مباحثم منصفانه اگر از هر دیدگاهی ولو قائلم بهش نباشم، اگر این دیدگاه حرف قابل توجهی داره اون رو نقل بکنم. بالاخره دیدگاه خداشناسه، خداپرسته و به همین ناحیه میشه باش همراهی کرد. عرضم تموم شد. ممنونم. سوال سوم پرسیدن آقای کدیور، شما در بازخوانی فقه چرخش پارادایمی را جدی گرفته بودید و از انسان مکلف به انسان محق رسیدید. چرا در پاسخ به مسئله شر این چنین با شدت و حدت این چرخش پارادایمی را نقد کرده و عقل خود بنیاد بشر و انسانگرایی را مورد نقد خود قرار می دهید؟ چرا تمامی رویکردهایی که در قالب مألوف فلسفی منطقی شرع نمی گنجند، فارغ از اینکه متعلق به چه نهله و گرایشی باشند و ذیل کدام مقوله بندی قرار بگیرند، یک کاسه می کنید که یادآور این گرایش است که هر که با ما نیست بر علیه ماست؟ خیلی ممنون از نقدتون. اما این که من در حوزه فقه فلواقع پارادایم شیفت کردم دلیل واضحی داره. بکنم تو این جلسه یکی از جلسات دیگه داستان تحول فکری خودم رو گفتم. خوشبختانه من توفیق داشتم خوب تحصیل کنم. یعنی موقعی که تحصیل می کردم واقعا 18 ساعت 16 تا 18 ساعت روزانه کار میکردم، کار علمی میکردم و کوشش میکردم بفهمم هم علوم نقلی رو هم علوم عقلی رو، از فقه و اصول گرفته تا فلسفه و عرفان گرفته و کلام، اموری که در حوزه علوم اسلامی قرار میگیره، و هر چیزی رو آنچنان که قائلانش میگن رو بفهمم. خب وقتی که خودم به اصطلاح اهلیت نظر دادن رسیدم بعد از سالها تحصیل، در مورد فقه کوشش کردم، در مورد هم فقه هم کلام کوشش کردم در پارادایم سنتی مسائل حل کنم. خب در مورد فقه اصطلاح اجتهاد سنتی، این تا حدود 1379 تا این حدودا، خب من یه پاسخ همه کوشش میکردم یک قرائت انسانی از فقه داشته باشم. در اون دو سال آخر توفیق پیدا کردم، یادم دو چند تا واقعه هم مزید بر علت بود، یعنی من کوشش کمک کرد تا این پارادایم شیفت رو انجام بدم. و اون این بود، یه سوالی برام مطرح شد که تو برخی نوشتام گفتم، برخی کتابا رو تو زندان خوندم و این سوالا برام مطرح شد که آیا این فقه ما تاب مسئله خشونت رو میتابد یا نه. برای این پاسخ دادن، میتونه خشونت رو نفی بکنه، میتونیم ما یه فقهی داشته باشیم که یک استنباطی داشته باشیم که از ابعاد مختلف خشونت جلوگیری بکند یا نه. چند تا مسئله هم انتخاب کردم که در جاش نوشتم، اینها رو هم نوشتم که مثلا مسئله جهاد بود، مسئله امر به معروف و نهی از منکر مرحله سومش بود، مسئله حدود بود، حدود شرعیه بود و چند تا مسئله شبیه به این. و بعد یک دوره کامل هم از اول تا از شیخ صدوق تا معاصرین مرحوم شیخ سید احمد خانساری دیگران رو خوندم، فیش برداری کردم و بعدش به این نتیجه رسیدم که نه، یعنی اینکه مثلا کتاب حق الناس که اونجا توضیح دادم تو همون روشن فکری دینی و حقوق بشر، اونجا بحث خودم، بحث تطور فکر خودم رو آوردم، یعنی دیدم که نمی شود هم اجتهاد سنتی رو پذیرفت هم این موازینی مثل حقوق بشر و شبیه به این رو، یا دموکراسی که فکر میکنم کم ضررترین شکل اداره جامعه باشه رو باش همراهی کرد. خب وقتی دیدم نمیتوانم، وارد اجتهاد در مبانی اصول شدم. بنابراین برام احراز شد، اثبات شد که این راه جواب نمیده.
در حوزه کلام هم همین مسئله اتفاق افتاد. یعنی در حوزه کلام شیعی شما مباحثی که من در مورد علمای ابرار نوشتم اواسط دهه 80 حدود 15 سال پیش، اونجا هم باز مطالعات کردم، به همه ادله مراجعه کردم، به این نتیجه رسیدم که ما احتیاج به یک قرائت تازه داریم. خب حالا شما دارید، یعنی من هم تو فقه کار کرده اومدم جلو، این به اصطلاح شجاعت رو داشتم که پارادایم شیفت بکنم، هم توی کلام داشتم، حرفایی که تو کلام زدم بسیارش در حوزه شیعی اولین نفر یا دومین نفر هستم دارم این حرفا رو میزنم، تو فقه هم حرفایی زدم که باز به همین ترتیب. اما توی فلسفه شما الان اشکالتون توی فلسفه هست. خب من تو فلسفه هم تحصیل کردم و به نظر خودم فلسفه رو هم هضم کردم، یعنی مدعی فهمیدنش هستم در یک اون مواردی که درس خوندم و درس گفتم و اینها. فاصله به اصطلاح بحثی که دارم برای شما میگم، من بیش از 10 دور فلسفه مشاء گفتم، حکمت متعالیه گفتم، حکمت اشراء گفتم، فلسفه تطبیقی گفتم و ماننده اینها. از فلسفه معاصر هم بی اطلاع نیستم، هر کدومش هم با احتیاط این واژه ها را به کار میبرم. خب حالا شما انتظار دارید که من فرض کنید بیام روی کردهای سوم رو بپذیرم. خب هر زمان که ادله برای من کافی بود که من نتوانستم مشکلات مسئله شرع یا مسئله مشابه رو با اون فلسفه و با اون منطق حل کنم، شما تردیدی نداشته باشید من حتما شجاعت رو دارم اعلام بکنم، حالا ولو 100 تا سخنرانی هم قبلش کرده باشم، 100 تا کتابم نوشته باشم، میگم من تا این زمان به این مسئله قائل بودم، از این زمان به بعد پارادایم شیفت کردم و یک تحول فکری در من ایجاد شده و وارد یک عالم جدیدی میشم. اما واقعش تا حالا نشده، اینم به زور که نمیشه، یعنی شما باید منو متقاعد بکنی. ادله رو من ادلم رو اقامه کردم به شکل مختصر، من گفتم این دلیل منطقی که ناسازگاری اقامه شده به این دلایل ناموجه است، نوشتم گفتم در مورد ادله فلسفی که گفته شده است وجود شروع دلیلی بر عدم وجود خدا یا بر عدم اطلاق صفات خداونده، من گفتم نه، فلسفه‌ای که من میدانم میتونه پاسخ بده، یعنی ما ادله موجهی برای وجود شرور قلیل در عالم داریم که نیازی به پشت پا زدن به منطق و فلسفه نمی کند. بدونید من یک نکته رو میخوام عرض بکنم، این نکته ممکنه بر برخی سنگین بیاد ولیکن میتونید بعداً با من وارد بحث بشید و من ادله خودم رو بیشتر بگم، شما نوعی هم ادلتون رو بفرمایید. دو نکته من در مورد اینو بعداً بازش خواهم کرد، حالا تو سوال جواب میگم ولی توی مباحث خودم هم بهش خواهم پرداخت. و اون این که این رویکردهای هیجانی، عاطفی و وجودی که معادل اگزیستانسیالیسم نیست، باز تاکید میکنم یکیش اگزیستانسیالیسم اما وجودی ملموسه، نمیخوان برن سراغ فلسفه و اینا، یکیش این که اینها در بسیاری موارد که من پیدا کردم اینها علت داشته و دلیل دنبال دلیل نباید گشت، یعنی اون علت رو باید پیگیری کرد، اتفاقی افتاده، اتفاق بسیار رنجاوری در زندگی فرد افتاده، نمیتونه تحلیلش بکنه، به این که روی کردها قائل میشه. یکیش هم روز اشاره کردم، بقیه هم بازم داریم، حالا روزای دیگه جلسات دیگه خواهم کن. و یه نکته دیگه این که قائلین به این رویکردها چقدر فلسفه میدانند، چقدر فلسفه تحصیل کردند، آیا از ادله فلسفی آگاهی کامل دارند؟ راحت میشه گفت، میگه که من این دلیل فلسفی که شما گفتی به این دلیل فلسفی رو من بطلان باطلش میکنم، من رو سر میذارم، خیلی استقبال میکنم، خیلی راحته. این یه وقت من یه راهی دارم خدمت شما یه نوعی عرض میکنم، من به گونه سخن میگم که ابطال پذیر باشم، یعنی راحت بخوای نه منو نقد بکنی، راحت میتونی بگی این سه تا مقدمه رو چیدی، این مقدمه اول دوم یا سوم یا هر سه تاش اشکال داره، هیچ وقت غیر مستند یا غیر مستدل که حرف نزدم. اگر کسی فکر میکند راه حل های یکی در بس، ببینید ما میایم شما میگید که همه رو یک کاسه کرده که من چنین نکردم، اتفاقا همین بحث قبل از شنیدن سوال شما تو بحث امروز هم گفتم
این رویکرد هم تفاوت سطح دارد. رویکرد خدا مرده است و خدا ضعیف است با رویکرد الهیات خدای گشود و الهیات پویشی که یک سطح نیستن. اصلا الهیات پویشی هم که گفتم این اصلا مسامحه است وارد کردنش توی این دستبندی. خب اینا یک سطح نیستن، یک گونه هم نیستند، این وجه مشترک دارن. اون وجه مشترک رو که مایل بودید بتونید نفیش کنید، استدلال بفرمایید که این وجه مشترک ندارن. وجه مشترکی من گفتم اینه که پشت پا زدن به منطق و فلسفه است. خب من اگر کسی منطق رو نپذیرد، فلسفه رو هم نپذیرد، چگونه میتونم باش استدلال کنم؟ شمایی که ذکر میکنید میخواید این تودیسه ها و دفاعی ها رو همه یک کاسه، ببینید راحت بگم یک کاسه میخواد بذاردش کنار، نوشته شدم من این رو خوندم همینجور که نیومدم این جلسه برگزار بکنم، صدها صفحه کتاب خوندم و دیدم چی نوشته شده و بعد همه رو یک کاسه میگن که آقا اینا هیچ کدومش به درد نمیخورد. اتفاقا این برعکسه، یعنی دسته سوم حداقل نمایندگان ایرانیش دارن یک کاسه برخورد میکنن با همه به اصطلاح کوشش های منطقی و فلسفی که در این زمینه صورت گرفته. من دعوت میکنم که بهش به جای انگ زدن و برچسب زدن خیلی راحت منصفانه میگید این استدلال شد، اینجا این استدلال اشکال دارد، اون استدلال فلسفی صورت گرفت، اونجاش اشکال دارد. خب این راحت ما وارد گفتگو میشیم، شنونده هم نگاه میکنه، یا استدلال شما این نوعی رو میپذیره، یا استدلال منو میپذیره، یا حتی هیچ کدومش نمیپذیره. هر کدومش خواست اون دیگه حق شنوندگان ما خواهد بود. اما نه، من یک کاسه نمی کنم. اگرم تالا فرصت نقد نبوده گفتم من مقام تقریر و توصیف بوده. من میخوام اول اینو معرفی کنم به اصطلاح شنوندگانمو و بعدش وارد گفتگو بشم، بعدش وارد نقد بشم. نقد جدی هم دارم. ولی نقدش این خواهد بود، نقد من فلسفی خواهد بود. خب شمایی که فلسفه رو از اولش میگه که الهیات گشوده، خدای گشوده، میگه آقا کوششی است علیه فلسفه یونان. خب دیگه تموم شد. همه فلسفه شما ارسطو و افلاطون رو بذار کنار و بعدش هم تمام کوشش های فلسفی تو دکارت و کانت و امثال هم گرفت، صورت گرفته تا به امروز بذارید کنار. خب یه الهیات پست مدرن درست بکنید که درش هر حرفی میشود گفت. خب میتونیم، من میشنوم حرفای شما رو، اما چقدر به اعتبار فلسفی برخورداره؟ بنابراین ما با یه شاغل مشترک داشته باشیم. اون امر مشترک برای من منطق و فلسفه است. هیچ تعارفی هم ندارم، من توی حوزه تحصیل کردم، به اعتبارشون قائل هستم، ازش هم دفاع میکنم. هر کم نقض داره میاد منو نقد میکنه، هیچ اشکالی نداره. و اتفاقا حالا اجازه بدید، توی جامعه ما الان دارن تو بحث، مثلا حالا جز سوالام بود که این جلسه قرار بود جواب بدم که نرسیدیم، حالا جلسه دیگه، که چون فرض بکنید من هنوز به رویکردهای فلسفی گذشته پابند هستم، پس حرفم اصلا به درد نمیخورد؟ به نظر شما یک کاسه برخورد کردن نیست؟ آیا هر حرفی که فلاسفه گذشته زدن در بست باطل است؟ حتی تو مسئله شر؟ فکر نمی کنم شما بتونید این اثبات بکنید. کسی نمیتونه اثبات بکنه. من خودم در همین فلسفه حکمت متعالی که دکترام در اون هست کلی نقد کردم. نقدام هم هنوز رو وبسایتم هست. من توضیح معرفت شناسی نقد کردم. معتقدم توضیح وجود شناسی حرفای خوبی زده شده، اما در حوزه معرفت شناسی اشکال داشتم. چند تا رساله دکتری و فوق لیسانس تعریف کردم زیر نظر من، تو همون زمان که ایران بودم دفاع شده. میتونید اونها مراجعه بکنید. یعنی من تو همونجا هم منتقد بودم، ولی منتقد منصف، یعنی مواردی که به نظرم حرف حسابی بوده دفاع کردم، مواردی هم بوده که اشکال داشته خب چیز کردم، حساب جدایی براش باز کردم. بنابراین من خواهش میکنم، اول از سوالشون خیلی استقبال میکنم، سوال بسیار خوبی بود، جز بهترین سوالاتی بود که من منتظرش بودم. اما خواهشم اینه که همون حقی که برای خودتون یعنی رویکرد سوم قائلید، برای منتقدانش هم قائل باشید. نه اونها دارن یک کاسه برخورد میکنن، نه شما یک کاسه برخورد بکنید. حساب هر کدام از این رویکردها جای خودش، هر کدامش باید
تقریر درست بشه، همچنانی که قائلش گفته. من حتی کتاب اصلیش رو به شما معرفی میکنم که برید همینا رو، اونایی که آشنا هستن برن مطالعه بکنن، روی کرده کسانی که نقدش هم کردن معرفی میکنم. این روشی است که ما اینجا اصلا موظفیم، تدریسی که اینجا میکنیم دانشجو باید با تفکر انتقادی رشد کنه، شنونده منم بادی رو داشته باشه، هم منو بخونه هم منتقد منو بخونه، تا بعد خودش تصمیم بگیره که رشد بکنه. و الا یه طرفه به قاضی بریم که فقط یه حرف رو بزنیم که فایده نداره. شما مطالب منو بخونید، دوستان متوجه باشن، اگر نقدی بر منم منتشر شد حتما اون رو بخونن، من نقدام هم استقبال میکنم. مثلا معتقدم حرفی که نقد میشه حتما حرف مهمی بوده که نقد شده، اگر مهم نبود که کسی بهش نمیپرداخت. به جای سوالی که شما میکنید به جای خودش محفوظ، امیدوارم که حالا ادامه این مباحث باعث رفع سوء تفاهم بشه و یک تصویر منصفانه تر و دوستانه تری از قائلان رویکرد سوم، رویکردهای سوم و منتقدانش در بکنیم. من امیدوارم این بحث من بتونه لااقل این فضا را ایجاد بکنه. متشکرم. ممنونم. سوال چهارم: اشاعره معتقدند خداوند مجاز از حکم را صادر کند که با قواعد عقلی و منطقی ما در تضاد باشد، و چون ما به همه جوانب قضایا آگاه نیستیم، نباید با احکام ظاهرا ضد عقل مخالفت کنیم. شما با این نگاه در باب احکام مخالفید، ولی در مورد تکوینیات شما هم این نظریه اشاعره را تایید میکنید و میگویید شروری هستند که ظاهرا با عقل و منطق ما در تضاد هستند، ولی اینها حکمتی دارند که فقط خداوند از آن آگاه است. حال سوال این است که چرا قبح و حسن اعتباری در باب شرعیات را نمیپذیرید، ولی در مورد تکوینیات به این قاعده پایبند میشوید؟ خیلی سوال خوبیه، بارک الله. اما البته اینجوری نیست که شما به من نسبت دادید. در مورد اشعار اتفاقا توی جلسه اول من رو گفتم، مراجعه بفرمایید، کتمنش هم نوشتم، صوتی و تصویرش هم هست، سند اونجا برید ببین من اینو گفتم درست خلافش بود. اما در مورد اشعار هم باید منصف بود. اشعار ادعا نمی کنند که اگر چیزی به اصطلاح عقلا و منطقا محال است، خود بر خدا مجاز است. خب بزرگ اشاعره امام محمد غزالی است. غزالی منطق رو قبول داره، فلسفه رو قبول نداره. در مورد منطق کتاب نوشته، کتاب ها نوشته، و دو نفر نقطه عطفن توی کلام اسلام، یکیش غزالی در وارد کردن منطق به تفکر اهل سنت، یکیش خواجه نصیرالدین طوسی در وارد کردن فلسفه به کلام اسلامی است. یعنی فلسفی کردن کلام با نصیرالدین طوسی شروع میشه، منطقی کردن کلام با در اهل سنت، نه در تمام مسلمانان، با غزالی شروع میشه. بنابراین اجازه بدید من وقتی میخوام درس بدم و تحقیق بکنم منصفانه برخورد کنم. اشاعره هرگز نگفتند خدا باید کار غیر منطقی انجام بده. ما گفتند، همچنان که شما تایید کردید، ادعا کردید، عقلا یعنی امور فلسفی اگر قبیح باشد این بر خدا لازم نیست که اون رو بپذیرد. یعنی اونها هم پذیرفتند که دو دو تا پنج تا که مشکل منطقی دارد و نمیشه به خدا فرض کنید تحمیل کرد، اما به لحاظ فلسفی مسئله جداست و دعوای ما با اشاعره تو حوزه فلسفیه، وگرنه تو حوزه منطقی لااقل اون افرادیش که پیرو غزالی هستن. حالا یه افرادش هستن که من منطقه فقط تزندقه و اونو ضد منطق هم هستن، حالا اونا لوان اشعری هم ممکن نباشن، حنبلی هم هستن مثل ابن تیمیه و دیگران، اونا اصلا مسئلهشون جداست. یعنی اونا میتونید شما برید سراغ اونا بگید کسانی هستن در بین متکلمان اهل سنت که هم منطق و هم فلسفه رو میگن نقضش بر خدا مشکلی ندارد. هستند اینها، ولی اشاعره همشون چنین نیست. این نکته اول. نکته دوم، بله من در این رو به اشاعره نقد کردم، اما در خودم این رو پذیرفتم هرگز. و معتقد هستم و اتفاق قاعده اولی که تو همین جلسات تأسیس کردم و بحثم رو با شروع کردم همین بود که محالات عقلی بپذیریم که این بر خدا روا نیست،
بند اول، جلسه اول حتما مراجعه بفرمایید. یک، اینا فقط به اشاعره اهل سنت چیز ندارد، این الان در تفکر مسیحی و یهودی هم رایج، همین از زمان ما بسیار چیز هست، بسیار رایجه. اینا معتقد هستند، اکثریتی معتقد هستند که بر خدا، خدا رو دستش نباید بست، دستش کاملا باید باز باشد، هر کاری رو که ما محال هم میدونیم باید بتونه انجام بده. و اون وقت تو بحث شر من ذکر کردم، تو همون جلسه اول اینجا اشاره کردم، کسانی که همچون مبنایی دارند در مقابل مسئله شر اتفاقا دستشون بسته است در مقابل خدا ناباوران. یعنی همون تو تکوینیاتی که شما اشاره کردید، بنده قائل هستم، اگر کسی، اگر شما فکر میکنید خلاف این من هستم، تصحیح بفرمایید، من چنین نگفتم و چنین هم نمیگویم. من معتقد هستم خداوند در حوزه مقدورات عقلی اعمال علم و قدرت میفرماید. مقدورات عقلی، مقدورات عقلی هم منطق رو میگیرد هم فلسفه رو میگیرد. اونجا به تفصیل توضیح دادم، لذا این نسبتی که دادید خلاف واقع بود، با کمال تاسف. عرضم تموم شد. ممنونم. سوال پنجم، در جلسات قبل فرمودید که شر و رنج را تقدیر الهی میدانید. اگر این نوع نگاه را بپذیریم، آیا امروز شاهد افول بردهداری بودیم؟ اگر زنان شر اجتماعی را گرامی داشته و یا به دلیل رنج بیشتر خود را مقربتر میپنداشتند و برای احقاق حقوق انسانی خود به علت شر دانستن آن به پا نمیخواستند، آیا امروز چون گذشته شهروند درجه چندم و محروم از حقوق مسلم انسانی خود نبودن؟ این سوالی بود که تو اینستاگرام هم مطرح شده. خیلی ممنون. این به یک سوالی که امروز همین اول یا دوم از من پرسیدید برمیگرده، این همونه به بیان دیگری. ببینید، میگن که عدل و دلیل بر امکان شی وقوع آن است. خب الان توضیح بده، تو فلسفه میگن این مسئله اینه که من یکی از کسانی هستم که فرض کنید، حالا اون جمله اول توضیح میدم و شما سوء تفاهم شده، اون که من گفتم و اون که شما تلقی برداشت کرد، حالا فرض بکن همون باشه که شما فرمودید. خب اولین کسی که در فقه اسلامی قائل به نسخ برداداری شده بنده هستم، مکتوب نوشتم در 15 سال قبل، منتشرم شده، به چند زبان هم الان ترجمه شده. شما میتونید بگید که با همون مقدمه که چیدید ازش نتیجه نقیض گرفته شده، این چجور توجیه میکنه؟ در مورد مسئله زن، خب من یکی از اولین کسانی، اگر نگم اولین کس، در این مسئله به لحاظ دینی استدلال کردم، منتشرم کردم، کتاب حق الناس چندین مطلبش در فصلش در مورد حقوق زنان است از منظر دینی. پس میتونم بگم میشه همون شکلی که شما گفتید که رو دوباره توضیح میدم قائل شد، اما به هیچ کدوم از این تالی فاسد ها نرسید. به یک توصیه میکنم، ببینید، برای نقد رقیب کوشش کنید منصفانه مسئله را همان گونه که تقریر شده است نقد کنید، نه اون گونه که خودتون دلتون میخواد، یعنی آن گونه که باید باشد و نیست. من اینا رو نگفتم، اما در مورد اون چه که نسبت دادی، من شر و رنج رو مثل شما امور واقعی میدانم. این رو فکر نمی کنم احدی درش تردیدی داشته باشه. بعد میرسیم به این که تو بحث علم خدا، ببینید، تو بحث علم خدا، چون من به علم پیشین خدا قائل هستم، معتقدم ادله کافی بر این مسئله داریم. خدا میدانسته است ما رنج میبریم. این تنها جاییست که من گفتم حرف شما رو تو این میپذیرم. این که شروری که وارد میشه، خدا میدانسته است این شرور وارد میشه. اما این شرور و رنج ها در مقابل رنج، در مقابل خیرهای کثیر و برتر مجاز شمارده شدن و بعد از اون هم ممکن نبوده است به گونه دیگری باشد. این دو تا گزاره هست. یکی این که خدا چند تا گزاره، سه تاست، خدا میدانسته است. ثانیاً این که چاره ای نبوده است. اینو تو الهیات اصلاح شده و الهیات معرفت شناسی اصلاح شده و الهیات شکاکانه عیناً اینا رو گفته شده، انحصاری به فلسفه اسلامی ندارد و مطابق و بحثی که تو سال قبلم بود ربطی به اشاعره و امثال هم ندارد.
این که ما نمیدانیم. چرا نمیخواد؟ لازمه حرف خودتون رو بپذیرید. شما ادعای علمی میکنید که هیچ آدمی ندارد. شما میتونید بگید که ما همه چیز رو میدانیم. اون دوستی گفت عقل خودبنیاد بشر. خب عقل خودبنیاد بنده هم خوندم. اما عقل خودبنیاد همه چیز رو درک میکند؟ همین کووید 19 رو درک کرده است؟ خیلی چیزای دیگر. خب ما به یک چیزای که ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. ما علمی که داریم در مقابل پهنه جهان بسیار بسیار کم است. این رویکردهای سوم این مسئله رو غفلت میکنند ازش. مدعی دانش خودبنیاد آدمی در همه امور هستم. من هم چیزی رو قابل اثبات نمیدونم. نه من، نه بسیاری از فلاسفه معاصر، از اینایی که غیر از فلسفه اسلامی کلهم اجمعین، غیر از فلسفه تامیس کلهم اجمعین، به علاوه همین الهیات شکاکانه و الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده، اینا مثل ما هستن. هیچ کدام دلیل هم میارن، دلیل بسیار متقنی هم میارن. رد کنید اگه میتونید. این گویا این میدان حتما رد کنید و نمیتوانید رد کنید. این پهلوان پنبه نیست. نمیتوانید رد کنید. میتوانید بسم الله. اون کسانی که فکر میکنن فلسفه را به این سادگی یک کاسه میتونن به کنار بیاندازن، منطق رو یک باره میتونن به کنار بیاندازن، تعارفی بیشتر نیست. مزاح میفرماید. فلسفه و منطق قوی تر از این حرف هست. و این که گفته میشود اینها امور الهی هستن، خب اگه شما چی میگید؟ چی اسمش میگذارید؟ خب واقعی شده. تو تفسیرش با هم دیگه بحث داریم. شما میخواد به خدا نسبت ندید؟ در نتیجه به کی نسبت؟ به طبیعت نسبت میدید؟ به تاریخ نسبت میدید؟ خب وجود داره اینها. ببینید ما هنوز سوء تفاهم داریم. هنوز حرفای هم رو درست نمیفهمیم. از لابلای سوالا مشخص میشه که ما به جای این که درک بکنیم مسئله چیست، میخوام منتقد رو از بین ببریم، از صحنه خارج بکنیم. نه، اینها وجود دارن. این رویکردها هم هستن، محترم هم هستن، اما باید نقد بشن و سنگین و وزنشون مشخص بشه. و اجازه بدید حالا وارد حوزه نقد شدیم، شما هم نقد بکنید، ما هم نقد میکنیم، با هم پیش میریم. شنونده هم واقعا الحمدلله میشنوه و گوش میکنه و فکر میکنم جای خوبی باشه، یعنی این تضارب آرا بسیار مفید باشه. از سوال شما تشکر میکنم. ممنونم. سوال بعدی، من باز همون متن رو میخونم. آقای کدیور، چرا همیشه به مسئله شر از دید ناظر بیرونی میپردازید؟ ناظری که گویی به عنوان مدعی العموم وظیفه حراست از ساحت دین را برای خود تعیین کرده است و این همواره موجب شده که صدای آنها به عنوان صدای غالب در گفتمان شر شنیده شود. این غلبه گفتمان ناظر محور همیشه به قیمت به حاشیه راندن صدای قربانیان شر شده است که در واقع باید صدای اصلی متن باشد. به همین دلیل یکی از انتقادات اصلی وارد بر تئودیسه گفتمان ناظر محور آنها به جای گفتمان ناظر محور آنها به جای گفتمان قربانی محور آنهاست. چرا از نگاه قربانی محور به مسئله نمی پردازید؟ دوست گرامی، من جلسه قبل همه اینا رو گفتم که حاضری به ذاتون رو داده لینا. این حرفای خودمونه که به خودمون داری تحویل میدی. من عیناً این رو جلسه پیش توصیف کردم. این ابژه محور و سوژه محور رو گفتم و کاملا این حرفا رو منتقل کردم. نقدم نکردم. نقدم گذاشتم بعد. منتها این که شما فکر میکنید بحث رو ببریم قربانی محور کنیم، خب چه کارش کنیم؟ بلاز فلسفی بالاخره مسئله رو باید حل کرد یا نباید حل کرد؟ بلاز منطقی اشکال وارد شد، یه اشکال رو باید حل کرد یا نباید حل کرد؟ اینکه رنج زیاده، من که تردیدی درش ندارم. منم این قصه نوبت برسه، منم حاضرم بگم چه قربانی چه رنج هایی هستن. فکر نمی کنم رنج ها کمتر از رنج های شما یا اون دوستانی که توی زمینه باشن نوشته باشن. همین بحثی که اخیراً کردن در حوزه ممنوع القلمی، برای یه نویسنده مهمترین رنج چی میتونه باشه؟ رنج معنویه دیگه. خب یه بحث رنجای فیزیکی هم داریم، رنجای روحی هم داریم. اینا رو همه به جای خودش محفوظ. اما
مسئله اساسی ما اینه که حالا اومدیم و به قول این دوستان، همین گروه کرسه، ما قربانی محور شدیم، سوژه محور شدیم، این سبجکت رو گذاشتیم وسط، یعنی موضوع رنجی که تک تک ایندیویدوال آدمیان دارن میبرن. من که انکارش نمیکنم، کاملا قبولش دارم، اصلا توصیفش هم کردم. انصاف مطلب تو این موارد جز کسایی بودم که قبل از هر نقدی کوشش کردم اینو وارد گفتمان عمومی کنم که آقا همچون تفکراتی هم هست. البته خوشبختانه مطالب مکتوب فراوانی ترجمه شده توی زمینه، من از همه اینا تشکر میکنم. خیلی خوبه که این ادبیات وارد زبان فارسی هم شده، بعد از دو سه دهه بالاخره جدید هم هست، هیچ کدوم از مسائل فلسفی به این جبهه نو بودن ترجمه نشده، حالا اینا ترجمه شده، خیلی خوبه. چندین رساله های متعددی در دانشگاه های ایرانی من دیدم در این زمینه ها گرفته شده، خیلی خوبه، اینا رو من قدر میشناسم. گفتمانش، یعنی گفتگو در این زمینه ها آغاز شده. اما چرا شما فکر میکنید من با مثل شما فکر بکنم؟ من از شما انتظار ندارم شما مثل من فکر بکنید، اما هر دو باید از هم انتظار داشته باشیم، همدیگر رو تحمل کنیم. قرار نیست که همه به زعم شما قربانی محور باشن. اصلا این جهان قبرستون میشه اگه همچون انتظاری داشته باشید. بذار ناظر محورم به قول شما باشد، حالا چرشن من این تقسیم رو قبول ندارم، اما تقسیم رو از جانب دست سوم مطرح کردم جلسه گذشته. 5 تا 6 تا ویژگی رو شمردم، مسئله تاریخی نگاه نکردن، مسئله انتزاعی نگاه کردن، همه اینا، یکیش هم همین ناظر و قربانی بود، این رو مطرح کردم. خب این تقسیم بندی ها هست، اما در اون تقسیم بندی که برای من مهمتره اینه که آیا این دلیلی هم دارد یا نه. من میفهمم کسی که احساس قربانی بودن میکنه فکر میکنه تمام عالم باید بیان و در رنج او شریک بشن، شریک بشن در رفعش، کمک بکنن در رفعش. انتظار غلطی نیست، اما بالاخره تبیین این، توجیه فلسفی اینو چه کارش بکنیم؟ این صرفا با پذیرش حرف شما که حل نمیشه. خب با حرفتون، یعنی ادعاتون باید دلیل داشته باشه، دلیل منطقی، دلیل فلسفی داشته باشه تا پذیرفتش. اگر نباشد اون وقت خب میگیم که حرف خوبی است، اما این رویکرد عاطفی و هیجانی است. ببینید من مجموعه این رویکردهایی که چند تاشو گفتم امروز، رویکردهای عاطفی و هیجانی میدونم، احساساتی بسیار برانگیخته و با این احساسات همدردی هم میکنم، انکارش هم نمیکنم، اما معتقد نیستم مسئله ای که عمق فلسفی و منطقی داره با رویکردهای عاطفی و هیجانی وجودی قابل حل باشه. اثبات هم میکنم، نشون میدم، بعدم شما میتونید مطلب بنویسید بگی آقا این رویکرد تو اشکال داره، ولی راهش اینه که استدلال کنی. راهش این نیست که برچسب بزنید، راهش اینه استدلال کنی، بگی به این دلیل این مواجهه فلانی غلط است، نادرست است، اینم دلیلش. اما این که بیام جذب بسازیم چون به فلواقع هنوز پایش در سنت فلسفی است بس اشکال داره، ببخشید این حرفا رو اگه تو هر آکادمی بزنی میخندند. امروز افلاطون هنوز زنده ترین فیلسوف دنیاست، سالی 3000 مقاله در موردش منتشر میشه، شوخی که نیست. در مورد هر کدوم از فلاسفه چند تا مقاله منتشر میشه. افلاطون 2500 سال پیش زندگی میکرد، اما حرفاش هنوز هست. هایدگر میگه هر مطلب فلسفی نوشته شود حاشیه بر فلسفه افلاطون است. ارسطو به همین بوس عظمت است. حالا چند تا آدم پیدا شدن چون نتونستن مسئله شر رو به شکل فلسفی و منطقیش حل کنن یا هضم بکنن، ادعا میکنن باید فلسفه و منطق رو یک کاسه گذاشت کنار. ببخشید یه تعارف بیمزه بیشتر نیست. این نمیشه پذیرفت. منم نمیپذیرم. اگر میخواید وارد استدلال بشید، بسم الله، استدلال کنید. ادله من، روی کرد من این اشکال منطقی رو دارد، این اشکال فلسفی رو دارد، من می‌نویسم که من اشتباه رو کردم، از این بعد تصحیح می‌کنم. خیلی راحت و خوب، الان هم سند صوتی، تصویری، کتبی دارید همه حرفایی که قبلا زدم و الان دارم می‌زنم و بعدا اگر عمری باشه خواهم زد. بنابراین
من این حرف رو فهمیدم، نقل کردم و باور ندارم. یعنی معتقد نیستم که با این که بیان بگیم قربانی محور و ناظر محور مسئله شر حل میشه، هم دردی میشه. بله، من همدردی خود را با همه رنج دیدگان عالم اعلام میکنم، حاضرم هم در رنجشون هر کمکی که میتونم برای رفع رنجشون بکنه بکنم. الانم دارم در حد مقدور خودم کار انجام میدم. اما فهم فلسفی من یا منطقی با شما فرق میکنه و اجازه بدید منم حق زندگی داشته باشم، آزادی بیان هم داشته باشم و نخواهم، به من اجبار هم نشم که من حتما باید مثلا در رویکرد سوم بگنجم. نه، من از منتقدان رویکرد سومم. استدلالم هم ادامه خواهد داشت، تمام نشده حرفم، کلامم هنوز منعقد نشده. یکی دو جلسه دیگه همین رویکرد کار داره، حرف داره. حرفامو که زدم استدلال بفرمایید، منتشر کنید، نقد کنید، منم استقبال میکنم. من حرف خود شما رو خوندم، شماها رو خوندم. یعنی الان که نشستم آمدم این جلسات رو، حداقل چند صد صفحه، اگر نگم چند بیش از 1000 صفحه مطلب خوندم، هم فارسی هم انگلیسی، و مسلطم اصلا به اون چیز که دارم میگم. حرفام هم نشون میده چقدر میدونم یا نمیدونم. اگر کسی میخواد رد بکنه، لطفاً به شکل منطقی، فلسفی، مشخص، مبین بیاد بگه، من رو سر میگذارم و استقبالم میکنم که نقد بشه. اصلا حرفی که نقد نشه حتما حرف حسابی نبوده، حرفی که نقد بشه حتما یه اعتباری داشته که چند نفر زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، آمدن این رو نقدش کردن. من از نقد شما هم استقبال میکنم. انشالله اگر بازم سوالی بود اپای باقیمون بفرمایید، من خدمتتون هستم. سوال هفتم که از اینستاگرام مطرح شده، پرسیدن که ایراد الهیات خدای ضعیف از دیدگاه نواندیشی دینی چیست؟ این نوع الهیات بسیار دلچسب و دلنشین بود، از آنجایی که انسان خدا را در کنار خود میبیند، نه در مقابل و عامل رنج خود. واقعا یه بخشی از حرف شما درسته. یکی از سوال من این بود که این دوستانی از معاصرین ما که توصیه میکنند به این به اصطلاح رویکردهای جدید، مبهم هم هست، نمیفرمانم کدامش. من اتفاقا فکر میکنم اونچه که ازشون خوندم به این رویکرد الهیات ضعیف خیلی نزدیکه، همونطور که شما اشاره کردید. یعنی وقتی خدا هر کاری را نباید ازش انتظار داشت، هر کاری هم نمیتونه بکنه، یعنی خدا ضعیفه دیگه. تعارف نکنیم، خدا ضعیفه. خب، پس این قسمت حرف شما با تو موافقم. اما این رو یک نفر فرض بکنید، یکی از روشن فکران دینی فرموده است، حالا اگر نظرش این باشد، منکرم باشد، خب میفرمان که نیست. اما اینکه همه اونها، من اگه به این اسم شناخته بشم، خیر، بنده قائل نیستم بهش. بنده خودم ضعیف نیست، خیلی هم قویه. اما باید قوت رو درک کرد و این مسائلی که به شکل سلسله وار و علت و معلول استدلال بهش کردم پذیرفت. و بعد میرسیم به این که آیا رفع این شرور از عالم ممکن بود که خدا نکرد یا غیر ممکن بود؟ اگر رسیدیم به اینکه ممکن نبود، یعنی مقدور نبود، یعنی ممتنع بود، در اون صورت اشکالی هم به خدا نیست. لازم نیست خدا رو ضعیف بپنداریم. ببینید، این خدای من گذاشته بودم سه تا رو با همدیگه بگم و نقدم رو عرض کنم. یعنی خدای الهیات اعتراضی، الهیات خدای ضعیف و الهیات خدا مرد است، که وقت تموم شد دیگه. خدا مرد است، وقت تموم شد. با اینکه من همه بحثارم ناقص گذاشتم، وگرنه هر کدومش میخواستم حق مطلب ادا بکنم، برای هر کدوم یه جلسه بگم حداقل، یعنی برای هر کدوم از روی کرده یک جلسه تقریر رو نقد کنم و بعد برم سراغ دیگر. اما این روی کرد اتفاقا دوستی که میگه که این خیلی دلچسب آمد، بعدش میپرسم چقدر فلسفه خوانده اید و میدانید؟ من روزانه خوشبختانه ایمیل های متعدد که اکثر قریب به اتفاقشم مال دانشجوها و تحصیل کرده است میگیرم، هم از ایران هم از خارج ایران. اکثر سوالا هم یا فقهی یا فلسفی یا کلامی، بالاخره تا همین حوزه هست، همین حوزه هایی که من دارم کار میکنم.
و وقتی به اینا میرسم میگم که سنت خوبی هست اینجا که وقتی ایمیل میزنن آخرش لینکی میزنن یا رزومه میگذارن، میگن ما به لحاظ علمی کی هستیم چی هستیم، که آدم بدونه که وقتی میخواد با کی داره صحبت میکنه. اصلا شخص هم مهم نیست، فقط همین سطح دانش رو بدونه که جوابی که میده تناسب داشته باشه با شنونده. اگر من اینجا میدونستم وقتی این کلمه که این روی کرد دلنشین است، با کدام سواد، با کدام دانش، اگر شما با فلسفه آشنا باشی، حالا از فلسفه ها، اون وقت باز هم همین قضاوت رو خواهید کرد. من وقتی که این جلسات رو آماده می کنم برای به اصطلاح تدریس، خب تو ذهنم رژه میره اصول فلسفی که مقابل هر کدوم اینها مطرحه. خب شما وقتی میاد میگه که خدا نمیتواند، زورش نمیرسیده پس نکرده است، با کدوم دلیل؟ واقعا اولین سوالم اینه استدلال خدای ضعیف چیست؟ مبنای فلسفی آن کدام است؟ صرفا یک مطلبی تو آشویتس دیده، توی اردوگاه آدم سوزی دیده، احساساتش به هیجان آمده، به غلیان آمده و بعد آمده که خدای پدر مرده است، حالا بیدیم سراغ خدای پسر، خدای پسر هم که تجسد پیدا کرده است به تلقی مسیح. حالا توی بله توی مسیحیت اینا مطرح شده، به خصوص به خاطر اینکه کسانی اومدن حرفا رو زدن که هیچ همون فلسفه تامیستی خودشون هم که جزء فلاسفه فلسفه های معاصر مسیحی است قابل توجه قائل نیستن یا اطلاع ندارن. خب با ذهن عادی خودش اومده تجزیه و تحلیل میکنه، مثل شما میرسه که بله خدا نمیتونه. اگه یک ذره فلسفه میدانست این رو نه درست میدانست نه دلنش. نقد اصلی من به این دسته از رویکردهای هیجانی عاطفی که روی این اسما خیلی تاکید دارم، وجودی هیجانی عاطفی، عاطفی یعنی همون قربانی محوری که شما دارید میگید، اون دوست قبلی میگفت، و هیجانی هم هست برای که میخواد یک مسئله را حال پیش آمده، مسئله بسیار تلخی هم هست. ما هم تلخیش رو کاملا با شما هم دلم همراهم هم میفهمم درک میکنم، اما معتقد نیستم هیچ کدوم از اینها راه حلی به ما داده باشه. خب من راه حل‌ها رو میگم، راه حل‌های تا اینایش که تا حالا گفتم کدامش راه حل بوده؟ اینکه من بیام یه خدای ضعیفی تصور بکنم بگم حالا پس چون خدا با ماست پس خیلی خدای خوبیه، با خدا که هیچ کاری ازش در نمیاد چه دردی میخوره، جلسش میذاره خدا، اسمش هرچی بذاره یه دوسته بسیار. اما اون خدایی که من بهش قائل هستم ارحم و راهمینه، یعنی کسی که از همه به من نزدیکتره، راحت میشه باش حرف زد، راحت میشه باش راز و نیاز کرد. من اون اصلا دوری رو که گفته میشه با او احساس نمیکنم. کسی که هر تو هر مشکلی بیافتم میدونم اون هست، میدونم اون ناظره، میدونم اون با منه و اگر خیر من باشد کمکم میکنه. ولی که اون تو که سالا بود که میگفت که شما معتقدید که خب نمیدونید، خب بله من خیلی چیزا رو نمیدونم، برای این خود من اتفاق افتاده ده ها بار، اگه نگم صد ها بار، هزار ها بار یه چیزی از خدا خواستم و بعد اتفاق خدا نداده، انجام نداده، بعد هزار بار شکر کردم که چقدر خوب بود که انجام ندادی، این به ضرر من بود و من عقلم نمیرسید. برای هر کدوم از شما شنوندای من چند بار این امور اتفاق افتاده؟ به خودتون مراجعه بکنید، هر چه خواستید خیرتون بوده؟ نشده 10 سال، 5 سال، 2 سال مدتی بعد بگذره و بفهمید غلط فهمیده بودید و چقدر خوب شد که اتفاق نیفتاد براتون؟ خب اگه این هست به همون محدودیت علم انسان میرسیم. یعنی یه فرق جدی که بین رویکرد سوم و دو رویکرد دیگر هست، رویکردهای 3 دسته‌ای که کردم سر همین مسئله است. ما در مورد علم بشر چی فکر میکنیم؟ فکر میکنیم علامه ایم، همه چیز را میدانیم و دنیا همان است که گفت این ایمیج آف من، من همین بوده دقیقاً، یعنی این که خدا، ما میخوایم خدا رو بر صورت خودمان بیافرینیم، یعنی خدا رو به اندازه علم ناقص خودمون تنزل بدیم. این دعوای ماست، این واقعا همون محل نزاع است که
ما با این دوستان میتونیم داشته باشیم و به جای بحث قربانی ناظر بیاد سر علم بحث بکنیم، نه علم خدا، علم بشر. چقدر میدانیم؟ خب همه تو این الهیات، هم الهیات شکاکانه از معاصرین میگم، هم الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده، اینا رو سر همین محدودیت علم بشری حسابی سرمایه گذاری کردن. هیچ ربطی هم به اشاعره نداره، اصلا اشاعره این حرفا رو نمیزن، چیز دیگری داره میگه. حالا من به یه قائل هستم، بله، اونو نفکش بکن، نقدش کنید. بنابراین با دلنشینیش، ببخشید، دل شما یا دل من یا دل هر کسی دیگری ملاک نیست استدلال بیارش. قول ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. اینجا بحث استدلاله، نه بحث احساس، نه بحث عاطفه، نه بحث هیجان، نه بحث لمس وجودی، بحث منطق و فلسفه است. من از اولی که آمدم عرض کردم مسئله شر مسئله منطقی فلسفی است. استدراه رهایی از اون هم فلسفه و منطق است. اگه میخواد از این پارادایم برید بیرون، یادتون باشد به شدت به ضررتون خواهد بود. ولی که اون وقت هر کسی هر حرفی بزنه، خب زده تو دنیای پست مدرن، هر کسی هر حرفی بزنه یه حرف هست دیگه برای خودش، جای خود میگه من احساس کردم. خب بسیار، شما احساس کردین، من احساس نمیکنم. جوابش این میشه مثل اینکه من تو خواب دیدم. خب بسیار، خواب شما که به درد من نمیخوره. نه خواب کسی برای دیگری حجت است، نه احساس دیگری برای کس دیگری حجت است. ما باید یک امر بین الانسانی پیدا کنیم، بین البشری پیدا بکنیم، و اون بحث عقلی است. منطق و فلسفه متکفل این هم ارتباط عقلی ذهنی ما آدم ها هستن با هم دیگه. فکر این بکنید و استدلال بر این بزن. عرضم تموم شد. سپاسگزارم. ما فقط اطلاع بدم که کمتر از 4 دقیقه وقت داریم و بیشتر از این هم سوال داریم. برای همین من یه سوال آخر رو میپرسم که بشه توی این حد فاصله جواب داد. مطرح کردن که گفتمان تودیسه غایتگراست، بدین معنی که در آن رنج همواره به عنوان وسیله‌ای در جهت تحقق غایتی خیر در نظر گرفته می‌شود. غایتی چون پرورش روح، پرورش شخصیت، ایجاد مسئولیت و همدلی و غیره. یکی از انتقادات اخلاقی وارد بر گفتمان تودیسه دقیقا همین است، اینکه به انسانها نه به عنوان هدفهای دارای ارزش ذاتی، بلکه به عنوان ابزاری در جهت هدفی دیگر نگرسته میشه. بر اساس این دیدگاه گفتمان تودیسه متهم به بیتوجهی یا بیحرمتی به انسانیت انسان است. این موضوع را چگونه میتوان تبیین کرد؟ سوال بسیار خوبیه. امروز من خیلی تشکر میکنم از شرکت کننده های جلسه 4. از هر 3 جلسه قبلی سوالا قوی تر بود، 100 بالاتر رفت و من چقدر خوشحالم. اینو من توی یکی از جلسات مطرح کردم، بحث غایت‌گرایی، یعنی انتقادی که پیروان روی کرده سوم به تودیسه میکنن، انتقادی شده مشهورم هست. و یکی از توجیهات تودیسه همین است. اما جوابی که توی این سوال بود مبتنی بر یک نکته، جای استدلال داره، اینجای بحث داره، به سادگی نمیشه قبولش کرد. و این که اگر ما غایتی بزرگتر از انسان رو در نظر گرفتیم، مثلا سعادت نوع بشر، خب در سعادت نوع بشر ممکن است سعادت تک تک انسان‌ها تامین نشه، یعنی رنج بکشن به استدلال ساده. یعنی ما یک آیتی تعریف می‌کنیم به نام نوع بشر، سعادت نوع بشر، ولی برای رسیدن به این ممکنه انسان الف، انسان ب، انسان جیم اینها رنج بکشن و همشون اینجوری نباشد که تو این دنیا به هم سعادت واقعی برسن، ممکن به عالم دیگر بیفته، به آخرت بیفته. این روی کرده که شما تصویرش کردید که روی کرده مشهوری هم اصلا روی کرده سفومه دیگه، بدونه همون این خودمونه. این روی کرد انسان محوره. ما کجا به لحاظ فلسفی میتونیم اثبات بکنیم که انسان محور همه چیز است و مراد از انسان هم نوع انسان نیست، اندیویجوالز، یعنی تفرد آدمیان است، فرد فرد آدمیان است. یه بحث فلسفی خیلی سنگینیه و این دلیل برخلافشه. یعنی نوع انسان رو من قبول دارم، هیچ مشکلی باش ندارم سعادت نوع انسان،
اما اینکه کسی بیاد بگه که سعادت فرد فرد انسان ها گاهی اینا با هم متعارضه و نمیشه همه رو با هم کرد، یعنی نامقدور ممتنع. وقت من متاسفانه در تموم میشه، این اینستاگرام داره صدا میده، چند ثانیه دیگه تموم بشه، عذرخواهی میکنم، بر نوشته بعدی خواهم نوشت. خدا نگهدارشون. سلامت باشین، خیلی ممنونم. باقی سوالات هم ما خدمت آقای دکتر ارسال خواهیم کرد و انشالله در جلسات بعدی مطرح خواهد.